با سلام و درود احترام خدمت هموطنانم در سراسر ایران و دنیا خدمت شما هستم که در این کلیپ من پیام های زیادی دارم که خطاب 16 عزیزمون هست گفتم برای خودشونم فرستادیم ولی از من خواستن که بگم 16 عزیز شما متعلق به اول خانوادتون هستین و بعد ملت ایران و کشور ایران. یه روز من برای شما پیام گذاشتم نوشتم که چند سال پیش بود که دعوتنامه بی‌سی به خدمت شما فرستادم گفتم در مسابقه دعوت کردن لطف که نوشتین که خیلی مراقب باش. من چیکار کردم؟ من اصلا مسابقه نکردم جوابشو ندادم. نه که اون خیلی چیزه چون من همونجا نوشتم گفتم من توان مقابله با اینا ندارم صحبت کردم. شما مشاور توانمندید شما نابغه‌ای تو این قصه خودتون بهتر از من میدونید گفتن نداره. اما تمام کسایی که برای من نوشتن در یک جمله مشترکن حرفشون هست که شاز عزیز به این اروپایی زیاد اعتماد نکنید اعتماد هم نمی کنید ولی دارن وقت رو میکشن این مسابقه با شما میکنن تورانی تو ایران بازخورد اصلا هیچی نداره. راحت بهتون بگم وقتی میگم هیچی نداره این 2-3% یکی 2% این هست که از خواهش کردن منم نقل قول میکنم هرچند من معتقدم که صلاح کار خیش خستوان دارند اما اینها رو چیز نمیدونن اصلا مثبت نمیدونند. یه استاد دانشگاه اصلا نوشته که شازن رو میدونن ولی یه یادواری بکنید مگر القاعده اینا اروپایی نساختن مگر تا داعش خدا آمریکایی اینا نساختن مگر طالبان اینا نساختن خیلی کاری خیلی نکرده اینا مگر مجاهدین اینا نساختن اینا قول اعتماد نیستن اینا الان به افلاس و گدایی و فلاکت افتادن. شما در حد توانتون کردید الان تمرکز ما یاد شما من کار نیست های سرباز پیره چیز هستم کنار هستم تمرکز ما با رو کشور باشه که ما کار خود در جهان کردید ایران جا انداختید فرمودید مردم دنیا فهمیدن که تمام مسئولشون خائن هستن جنایتکار هستن دستون تو دست همدیگه هست پشت پرده ولی همشون با هم به قول معروف به قول این بیخ دارن میفتن تو چا چایی که در نمیان چون هیچ وقت کسی کار بد کرده کسی خیانت کرده کسی که این نمیتونه خلاص بشه گیر میاد. این که التماس کردن خواهش کردن بعضی ها دید کردن که اینا اصلا اهمیتشون ندید این خبرنگار ها اینا شریک دو ظرفی قافله هستن ولی شکی نیست بعد کاری از ما پیش نمیبره ما الان تمرکز داخل کشور باشه اینا وقت کشی اینا هر چقدر وقت بکشند خودشون ضرر کردند چیزی عوض نمی کنه چون زیربناشون خراب شده فونداسیونشون از بین رفته چون کارایی کردن کارستون همین قضیه غزه خب ما می دونیم همش یه بازی است وقت بکشن سر مردم گرم کنن جنگ اوکراین یه بازی است سر مردم دنیا رو گرم کنند اما دیگه دوران گذاشته مردم خودشو میدونن شما از همه ما ها و همه ملت چیز دنیا رهبر دنیا بهتر میدونید همه شو غرق هستند در هیچ شکل نیست. من نقل قول میکنم نقل قولی که بیشترش خودم شخصا هم قبول دارم چون من عددی تو قصه نیستم کاری نیستم تو قصه فقط من رعایت امانت کردم و خدمت شما عرض کردم بازم تکرار من صدای کار خیش خوستوان دارم انتقاد از دخالت روحانیون در اقتصاد بانک مرکزی در دام شورای فقهی یک دوستان در ایران با انتقاد از جایگاهی که برای شورای فقهی در بانک مرکزی در ساختار جدید این بانک در نظر گرفته شده نوشته است که مشکل از جایی آغاز می شود که این شورا امکان نپذیرفتن تصمیم بانک مرکزی را پیدا کرده است. زمانی نبودی چی کار میکنه رو باقی بکنی خیلی خیلی خوبه کمک به ملت و کشور هست که با سرعت بیشتری در یک واسطه با قرق بشن همشون چون توی چی بگم توی این 800 سال چی کار کردین که حالا بخواهم بکنید. آقای نایب رئیس مجلس هر وقت بخواهیم میتوانیم کشتی ها در تنگه متوقف کنیم نامرداش نمی کنند
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید هر وقت بخواهیم میتوانیم کشتی ها را در تنگه هرمز متوقف بازرسی کنیم. مجتبی زورنو در گفتگو با سایت دیدبان ایران گفت به طور کلی متوقف کردن و بازرسی کشتی ها در تنگه هرمز حق جمهوری اسلامی است. او گفته است درست است که در آبراهای جهانی قوانین بین‌المللی حاکم است و هیچ کشوری نمیتواند صدقه عمل کند، اما عبور و مرور بدون ضرر از آبراهای جهانی برای همه آزاد است مگر اینکه منافع ملی را تهدید کند. جمهوری اسلامی باها تهدید کرده است که تنگه هرمز میبندد که میتواند در صادرات نفت در جهان اختلال ایجاد کند. در سال اخیر نیز قایق‌های تونل سپاه چندین بار کشتی بین‌المللی را وسطش توقف کرده. خدمت شما هستم که بسیار افراد نوشتن که شما زیادی پادشاه الله هستید. آقای آیت الله ها شما چی خوردید که حرفو میزنید؟ ما میدونیم، تاریخو میخونیم، مشاوره میکنیم، میپرسیم، میدانیم، پس میفهمیم که این کشور به غیر از پادشاهی جور دیگه اداره نمیشه. ای کشورهایی هم در دوران ما هستن که چندین قوم و ملت و زبان و دین و و و و و دارن، اونا اسما رئیس جمهور هستن، رئیس جمهوری هستن، اما عملا اونا هم یک جوری پادشاهی هستن. شما حساب صدام سرکار چند سال موند؟ قذافی چند سال سرکار موند؟ حافظ اسد چند سال سرکار موند؟ الان بشار اسد چند سال سرکاره؟ مصر چند سال سرکار بود؟ نگید این حرفا رو، بمیرید، بس کنید، شرم کنید از اعمال اون رهبرای آیت اللهیتون. بعد یکی از این دوستان ما یه حرفی از خود من گرفته به خود من داره میفروشه، اشکال نداره. گفته خطاب به شازده از این بفهمید که من تو وضعیش استادیار دانشگاه است، من حکم کارگر صفر کارخانه پپسی رو دارم که وقتی کارخانه پپسی داشت ورشکست میشد استیم بشار داشت، یه کارگر اومد یه حرفی زد نجات پیدا کرد و شدن که بزرگ فکره. و اگه حرفا به پیغام شده برسید به من حکم کارگر پیشنهادی میدن که مصاحبه کردن با این شبکه اروپایی و کشبکه هستن و سرگرم کردن، هم امنیت شما به خطر میدازه، هم امنیت کشور به خطر میدازه، هم آینده ایران به خطر میدازه، پس در صورت امکان بطریشون نوشته نیازی نیست و فراموش کنین ها رو بیایم به که بچستیم بخواهی کشورمون و مردممون و الاخر. ایشون نوشته، منم نقل قول کردم. اعتراض کارگران و پارس جنوب اجرای نشدن وعده مسئولین دولتی و ایرادات طرح طبقه بندی مشاغل. یک عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران پارس جنوب از بی‌توجهی مسئولین پالایشگاه پارس جنوب به وضعیت 80% نیروها که شامل کارگران فنی اجرایی و تخصصی هستند خبر داده است. انتقاد رئیس اتاق بازرگانی از دولت، آمار بازی هم به اندازه آمار سازی خطرناک است. دلشون رو خوش میکنن آقای عزیز، تو هم دلتو خوش میکنی با این رقم سازی آمار سازی اینا فکر کردید؟ نه، واقعیت چیز دیگه است و اون واقعیت جیگر شما رو در خواهد آورد. در ادامه انتقادات از رویکرد آمارسازی و بازی با آمار توسط دولت، حسین صلاح ورزی رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز به ادعای وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی مبنی بر تراز تجاری کشور بیش از 10 میلیارد دلار است نوشت که نصیحت دلسوزانه آمار بازی هم از آمارسازی خطرناک و گمراه کننده است. مردم دو سازه بزرگتون که حاضر مردم میبینند. باز اعتراض نیروهای عملیاتی وزارت نفت، نجوم بگیر نیستیم، ماده 10 قانون وزارت خانه را اجرا کنید. برخی کارکنان بخش عملیاتی وزارت نفت دولت جمهوری اسلامی نسبت به اجرا نشدن ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت اعتراض کردند. خب من دیگه
چیز نمی کنم چون سرعت خود پایین هست و آپلود کردن خیلی سخت. ولی شاد عزیز خودت کارتو بلدی، خودمون خوب میتونیم، منم میتونم، اما اونها هم افراطی و بیمزه دارن. وقت از شما میرون مصاحبه شما انسان از یه خود مخوض به حیا و سعی کنید جواب شو بدید. ولی دیگه به نظر من شخصی خودم حیف شما نیستی با بیشین رو صحبت بکنید، حیف شما نیست. اونا همشون جنسشون شما میدونی چی هست، فرق نمی کنه این شبه کوش هیچ فرقی نمی کنه، همشون یه سر تا پاشون دست یک جاست، سرنخشون جای دیگه است. عزیز دلت هم ایرانی هستید، امید ایرانیان هستید، امید ایرانیان هستید، امید خیلی حقیقه، امید از که زندگی هست، امید از که کشور هست، امید از که انگیزه هست. ایام به کامتون، روزگار خوش.